انتخابات پارلمانی اوکراین، رکود در بازارهای مالی، قربانیان مین در بوسنی، صنعت شیشه سازی. انتخابات پارلمانی اوکراین یک ماه قبل از سالگرد قیام مردم اوکراین برگزار شد. اوکراینی هایی که برای تغییر قدرت سیاسی به خیابان آمده بودند به پای صندوق های رأی رفتند. حزب استقلال پترو پروشنکو رئیس جمهوری و حزب جبهه مردمی آرسنیاتنیوک نخست وزیر اوکراین هر کدام با کسب 21% آرا در انتخابات پارلمانی این کشور رقابتی شانه به شانه داشتند. این دو حزب امیدوارند با تشکیل ائتلاف قدرتمند انجام اصلاحات در داخل را ممکن سازد. یوری لوتسنکو از جناح پترو پروشنکو میگوید خواست جناح ما حضور تمام احزاب همسو در ائتلاف است، احزابی که در جریان‌های میدان استقلال کیف نقش داشتند، مثل حزب‌های آزادی، ساموپومیچ و سرزمین مادری. حزب تازه تأسیس ساموپومیچ یا اتکاب خود سومین جریان سیاسی پیروز در جریان انتخابات اوکراین است. رهبر این حزب میگوید کسانی که سمت‌های اداری و وزارتخانه‌ها را احراز می‌کنند باید به خاطر بهترین بودن انتخاب شوند و نه به خاطر دوست یا همکار کسی بودند، همان گونه که در گذشته بود. فقط افراد متکی به خود باید وزیر شوند. آنها باید از قدرت تصمیم‌گیری مستقل برخوردار بوده و مسئولیت تصمیماتشان را بر عهده بگیرند. Not just someone's friends or colleagues as it used to be, we must have direct personal responsibility. احزاب پیروز در انتخابات امیدوارند در سایه تشکیل دولتی قدرتمند و همصدا بتوانند روند نزدیکی و ادغام کشورشان در اتحادیه اروپا را هر چه زودتر ممکن سازند. پیام رئیس جمهور اوکراین به نمایندگانی از پارلمان اتحادیه اروپا در همین راستا است. خواهش من از شما این است که در صورت صلاح دید روند تایید موافقت نامه مشارکت را در کشورهای مطبوع خود تسریع کنید. چنین کاری در چنین برهه‌ای پیام مهم شما در حمایت از اوکراین خواهد بود. به نظر می آید اوکراین برای ادغام هرچه بیشتر در اتحادیه اروپا نه تنها باید بر مشکل جدایی طلبی در شرق فائق آید، بلکه باید تشدد آرا در کیف را با تشکیل دولتی قدرتمند و یک صدا به حد اقل برساند. به پروشنکو رأی دادم و از نتایج خوشحالم، چرا که او برای مردم کار میکند و من از این کار او بسیار راضی هستم. ساکنان غرب و شرق اوکراین خواهان پایان درگیری ها و نارامی ها هستند، اما بیشک به سود خود. در میان گروهی در شرق به اوکراینی متحد و نیرومند می‌اندیشند. باور شخص من این است که کیف باید دست از جنگ بردارد و اوکراین قدرتمند بسازد و مناطق لوهانسک و دونسک راغب باشند برگردند و بخشی از اوکراین مستقل و جدید باشند. در دونسک و لوهانسک، دو شهر تحت کنترل جدایی طلبان، اگرچه زندگی جریان عادی خود را دارد، اما درگیری ها گاه و بیگاه همچنان آتش بس شکننده موجود را تهدید می‌کند. رکود در بازارهای مالی به چه صورت است؟ شاخص سهام در بازارهای جهان به پایین ترین حد خود طی 3 سال گذشته رسید. شیوع ایبولا، نگرانی های ناشی از کاهش رشد اقتصادی و گمان زنی ها درباره افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک از عوامل رکود در بازارها بود. این نگرانی ها بازارهای خاورمیانه را هم آسیب پذیر کرده است. بازارهای جهانی اخیراً با دور تازه‌ای از نگرانی و ترس مواجه شدند که با خود نوسان بیشتر شاخص‌ها و فروش بخش بزرگی از سهام را به همراه آورد. بورس سهام در آمریکا، اروپا و آسیا تحت تأثیر رشد ضعیف اقتصاد جهانی، خطر کاهش قیمت‌ها در منطقه پولی یورو و رکود اقتصادی در منطقه و نیز شیوع ایبولا و کاهش سفرها در ارتباط با آن دچار ضربه شد. برای نمونه شاخص سهام در تعدادی از فعالترین بازارهای بورس اروپا از جمله در آلمان با منفی 8.8%، در فرانسه منفی 7.6%، در بریتانیا منفی 7.5%،
و در ایتالیا منفی 2.2% روبرو شدند. برخی تحلیلگران افت شتابان شاخص سهام در بازارها را ناشی از سرایت ترس و نگرانی می دانند. علی‌رغم تنش‌های سیاسی در برخی مناطق، تعدادی از بازارها از رشد قابل توجهی در مقایسه با بقیه ماه‌های سال برخوردار بودند. برای نمونه شاخص سهام در بازار دبی 32.1%، در مصر 25.6%، در عربستان سعودی 14.5% و در ابوظبی 11.6% رشد را نشان می‌دهد. چشم‌انداز منفی بازارها سرمایه‌گذاران را به سمت منابع امن‌تر مانند طلا و اوراق قرضه دولتی سوق داده است. یکی از کارشناسان سیاست‌های راهبردی بازارها در ابوظبی در رابطه با کاهش ارزش سهام‌ها و بلند مدت بودن آنها و یا کوتاه مدت بودن آنها می‌گوید: کاهش اخیر نشانه نوعی از سلامت بازار است. شاخص‌ها در بازار جهانی به مدت 4 سال و بدون هیچ گونه اصلاح قابل توجهی در حال افزایش بود. با این حال این کاهش به نظر می‌رسد کوتاه مدت باشد، زیرا بانک‌های مرکزی سیاست‌های تدفیقی خود را ادامه می‌دهند و تا آنجا که این سیاست‌ها ادامه یابد، شاخص سهام در بازار جهانی نیز افزایش خواهد یافت و برای متوقف کردن این نوسان‌ها باید از حراس افکنی اجتناب کرد. بیشترین نوسان‌ها در هفته گذشته ناشی از ایجاد حراس و نگرانی بود. با این حال ما شاهد این بودیم که مشتریان بازار در آسیا و اروپا و اینجا در خاورمیانه به خرید سهام رغبت نشان دادند. البته بعضی از اعضای بانک فدرال آمریکا نیز به این مسئله اشاره کردند که در صورت نیاز تسهیلات مالی جدیدی وارد بازار خواهند کرد و همان گونه که پیشتر اشاره کردیم، بازارهای خاورمیانه به دلیل بیشترین امنیت و ثبات در منطقه و ظرفیت‌های گسترده آن در جهان از جذابیت بسیاری برخوردار است. این بازار از رویدادهای خارج از منطقه به ویژه رکود بازار در اروپا سود می‌برد. از آن گذشته خاورمیانه درهای خود را بر روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرده و همان گونه که قبلا پیش بینی می‌کردیم، بسیاری از سرمایه‌گذاران با وجود تنش‌های اطراف منطقه دستکم به اینجا در ابوظبی و امارات متحده عربی آمدند. فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاران در جستجوی امنیت و ثباتند. با گذشت سالها از جنگ در بوسنی، مین‌ها همچنان قربانی می‌گیرند. کمپین بازماندگان مین‌های زمینی برای از بین بردن مین‌ها از خاک بوسنی چه طرح و برنامه‌هایی دارد؟ شبیه معجزه است که این جوان 18 ساله دوباره میتواند از دستش استفاده کند. در روستای کوچک سلوبل در بوسنی هستیم. در یکی از روزهای سرد زمستانی ماه ژانویه امسال، پسرمویش نژاد که برای قطع درخت به جنگل رفته بود، دچار حادثه انفجار مین شد. انفجار بزرگی بود. اول فکر کردیم که اره برقی هم بود که منفجر شده، اما اینطور نبود. بیهوش شده بودم و وقتی بعد از 10 تا 15 دقیقه به خودم اومدم، متوجه شدم آنچه که رخ داده انفجار مین بوده. با این انفجار میرنس از قسمت هر دو بازو زخمی شده بود و پسرمویش نژاد از هر دو پا. با گذشت 6 ماه از حادثه، میرنس هنوز احساس درماندگی میکند. تقریبا 2 دهه از پایان جنگ میگذره، ولی مین‌ها هنوز وجود دارن و هر لحظه آماده کشتن ما هستن. طرح بازماندگان مین‌های زمینی از شهر توزلا آغاز شد. مدیر این سازمان غیر دولتی اصلاً راضی نیست که پاکسازی مین‌ها در بوسنی طبق برنامه پیش برود. بوسنی برای دستیابی به جایگاه کشوری بدون مین تا سال 2019 میلادی، آنچه که استراتژی ملی پاکسازی مین پیش بینی کرده، با چالش‌های فوق‌العاده‌ای روبروست. کسری بودجه بزرگی چه در سطح ملی و چه محلی وجود دارد. برای مثال در سال 2013 منابع ملی فقط 1/4 بودجه پیش بینی شده را فراهم کرد. در بهار شرایط بدتر شد. سیلاب و رانش زمین مین‌ها را به اینجا در شمال شرقی بوسنی، مهمترین منطقه آلوده به مین در اروپا، انتقال داد.
این ویرانه ها نشان از خط مقدم جبهه جنگی پایان یافته دارند، اما مین ها هنوز در همه جا هستند. در کوواچیچ با گروه مین روپا قهرمانان امروزی بوسنی آشنا می شویم. آنها کسانی هستند که در هر ثانیه از زمان کاریشان با ریسک مرگ روبرو هستند. آنها تخمین می زنند که 200,000 مین در این منطقه وجود داشته باشد. من می خوام به مردم کمک کنم که به خونه هاشون جایی که اونها قبل از جنگ زندگی می کردن برگردن. از زمان پایان جنگ تقریباً 1,700 نفر به خاطر انفجار مین و یا مهمات منفجر نشده در بوسنی هرزگوین کشته یا زخمی شدند. در بهار امسال حدود 5,000 مورد رانش زمین چشمانداز بوسنی را تغییر داده است. بعضی از این رانش ها میدان های مین را تحت تأثیر قرار دادند. در گذشته اینجا مزرعی بوده که کارگران در آن یونجه می کاشتن. اما حالا به خاطر بارانهای شدید و رانش زمین میدون قدیمی مین جا به جا شده و این میدون مین باید جایی در اون طرف باشه. قبل از جنگ 160 خانواده در کوواچیچ زندگی می کردن. جنگ باعث تخلیه روستا شد. حالا فقط 18 خانواده از جمله خانواده استویانوویچ زندگی می کنن. استویان زمانی را به یاد می آورد که در 20 سانتی متری مرگ قرار داشت. خسته بودم و نشسته بودم یه سیگاری روشن کنم. سیگارم روی زمین افتاد. من خم شدم که اونو بردارم که ناگهان چیزی سبز رنگ و عجیب و غریب دیدم. تعجب کردم که این دیگر چیست؟ بعد برگ‌ها رو که کنار زدم دیدم که مینه. من قبلا هم 4 بار مین پیدا کردم. پشت خانه استویان خالد به یک سگ مینیاب آموزش بو کشیدن و شناسایی مین‌ها را می‌دهد. با وجود اینکه مقیاس کار کنونی آنها با هدف یافتن 500 مین تنظیم شده، با این وجود 1,000 مین دیگر در این منطقه وجود دارد. اگر همه گروه‌ها به خوبی کار می‌کردند، نرخ مینیابی می‌توانست 2 تا 3 برابر شود. در نیمه سال 2014 میلادی 14 نفر دیگر به لیست بلند بالای قربانیان مین در بوسنی اضافه شده است. 4 نفر از آنها از جمله یک کودک کشته شدند. سال هنوز به پایان نرسیده و هنوز تله‌های مرگبار مخفی در جنگل‌های بوسنی وجود دارند که به کشتن مردم ادامه خواهند داد. هنر ظریف دکوراسیون با شیشه و پیوند آن با شبکه‌های شرکت‌های اقتصادی که نقش پشتیبان را برای این فعالیت هنری ایفا می‌کنند، باعث رونق و افزایش راندمان این صنعت می‌شود. استودیوی جیم راکو برنده جوایز متعدد و یکی از بزرگترین طراحان دکوراسیون در لندن است. طرح‌های جیم به ویژه کار با شیشه است. جیم در آغاز کار از طریق شبکه اروپایی شرکت‌های اقتصادی با یک کارخانه تولید شیشه در جمهوری چک در ارتباط قرار گرفت. پیدا کردن تولیدکننده‌ای که به دریافت سفارش‌های کوچک تمایل داشته باشد و در عین حال بتواند در سطح بالایی از ارتباط با بازارهای لوکس قرار گیرد، بسیار چالش برانگیز بود. اینجا قلب رشته کوههای جیانف در شمال جمهوری چک و محل یکی از قدیمی ترین و در عین حال معروف ترین کارخانه های شیشه سازی جهان است که جیم با آنها همکاری می کند. فراهم شدن زمینی این همکاری مدیون شبکه اروپایی شرکت های اقتصادی است که دارای هزاران ارتباط با کارآفرینان است. جیم موفق به تماس با پیتر نواسا مالک این کارخانه شد که به او یک محصول با کیفیت با قیمت رقابتی خوب ارائه داد. کار با طراحان مدرن بعضی وقتها دشوار و پرچالش است. با این حال این موضوع ایده های جدید برای محصولات ما و جذابیت برای کارخانه شیشه سازی ما به همراه دارد. تنها ظرف چند ماه و بدون هیچ مشکلی جیم و پیتر نمونه های کار را تهیه کردند و تولید آغاز شد. پیتر الان مشغول تولید اولین محصول است.
و همزمان روی دومین طرح مشترک کار میکنیم. پیتر از همکاری با شبکه اروپایی شرکت‌های اقتصادی خوشحال است، زیرا شرکت او برای ادامه فعالیت به تنوع در تولید نیاز دارد و این نکته را دریافته که شبکه می تواند فرصت‌های تازه‌ای را برای همکاری فراهم کند. کار با این شبکه اروپایی امکان ارتباط مستقیم بین ما و مشتریان جدید را فراهم کرد. ما مطمئن شدیم این ارتباط برای مشتری جدی است و همه خدمات این شبکه رایگان است. برای من سه رمز موفقیت وجود دارد: ارائه محصول کامل و زیبا به مشتری، راضی نگه داشتن او و استفاده از شبکه ارتباطی هنگام نیاز به کمک. موریتس هاس یا همان خانه موریتس در شهر لاهه هلند پس از انجام پروژه نوسازی و توسعه 22 میلیون یورویی بازگشایی شد. شناخته شده ترین اثر این موزه، دختری با گوشواره مروارید اثر یوهانس برمیر، پس از 2 سال گردش دور دنیا و شکستن رکورد بازدید در ژاپن، ایتالیا و آمریکا، حالا به خانه برگشته. دختری با گوشواره مروارید که این روزها به آن مونالیزای شمال هم میگویند، حقیقتاً شاخص موزه ماست. مردم برای دیدن این تابلو میآیند، اما برای بقیه آثار میمانند. تابلوی درس آناتومی دکتر نیکولاس تول اثر رامبرانت هم در همین موزه است. از معروفترین آثار نقاش هلندی که در سال 1632 تمام شده است. خانه موریس تابلوی پیرزن و پسر و شمع از روبنس نقاش فلمان را هم در گنجینه دارد. این آثار مشهور در کنار آثار دیگری از قرن 17 یعنی عصر طلایی نقاشی هلند بار دیگر بر دیوارهای موزه قرار داده شدند. در سال 2012 نمایش این آثار در توکیو با جذب بیش از 10,000 بازدید کننده پربیننده ترین نمایشگاه جهان لقب گرفت. گنجینه موزه با 800 تابلو از هنرمندانی چون رامبرانت، فرانس هالس، یان استین و پیتر پول روبنس مهمترین مجموعه هنری از عصر طلایی نقاشی هلند را گردآوری کرده. آثار عصر طلایی نقاشی هلند بسیار در دسترس هستند. اندازه عظیمی ندارند و موضوعاتی را به تصویر می کشند که هنوز قابل درک هستند. می شود گفت با دیدن این نقاشی ها چشم بر دریچه تاریخ می گذاریم. اما خودمان و پیرامونمان و زندگیمان را در آن باز می شناسیم. از این نظر تجربه ویژه است. ساختمان موزه که در اصل منزلی شخصی متعلق به قرن 17 است، با زحمت و دقت فراوان بازسازی شده.